رزمندگان مقرها و مراکز امنیتی رژیم اسد را زیر آتشباری خود گرفته و با ده‌ها موشک در هم کوبیدند. رزمندگان به تهاجم موشکی خود به مراکز و مقرهای امنیتی اسد در دمشق ادامه می‌دهند. رزمندگان منطقه مزه 86 را با 4 موشک کاتیوشا هدف قرار دادند. همچنین مناطق اسد و شعلان و مواضع اسد هدف موشکباران رزمندگان قرار گرفت. فرمانده رزمندگان تأکید کرد بیش از 15 موضع دشمن در داخل دمشق با موشک هدف قرار گرفته. وی قبلاً پایتخت را به عنوان منطقه نظامی اعلام کرده بود. رزمندگان در شهر داریا در حومه دمشق مقر نیروهای اسد را منفجر کردند و 15 تن از مزدوران وی را به هلاکت رساندند. در جبهه شمالی در منطقه سکینه رزمندگان به ساختمان نیروهای اسد نفوذ کردند. پیش از نفوذ به این منطقه درگیری‌های شدیدی بین رزمندگان و نیروهای دشمن به وقوع پیوست. مخالفان در لازقیه گفتند 3 خمپاره در نزدیکی میدان اصحری در این شهر فرود آمد. همزمان منابع محلی از رسیدن تجهیزات نظامی برای رزمندگان در جبهه ساحلی در حومه لازقیه خبر دادند. در اطراف کوه ترکمان درگیری‌های شدیدی بین رزمندگان و نظامیان اسد به وقوع پیوست. رزمندگان در کوه اکرات نیز 1 تانک و چندین تیربار نیروهای اسد را منهدم کردند. رزمندگان طی نبردهایی در محله جوبر و اطراف آن 35 تن از مزدوران اسد را به هلاکت رساندند. بعد سلسلة معارك عنيفة خاضوها مع قوات النظام في حي جوبر الدمشقي. بعد سلسلة نبردهای شدید با نیروهای اسد در محله جوبر، رزمندگان دست به پیشروی زدند. آنها مسجد قزوه بدر و تعدادی ساختمان در سمت محور تیبه را که توسط نیروهای اسد اشغال شده بود، تسخیر کردند. منابع محلی در محله جوبر گفتند 15 تن از نیروهای اسد و مزدوران شیعی در جریان این نبردها به هلاکت رسیدند و بیش از 10 زرهی منهدم گردیدند و تعدادی دیگر به غنیمت گرفته شدند. به دنبال آن دشمن با بکارگیری نیروهای تقویتی و قویترین سلاح‌های خود توانست برای ساعاتی چند متر در اطراف این محله پیشروی کند. اما طولی نکشید که رزمندگان نیروهای دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند و با وارد کردن تلفاتی به دشمن منطقه را مجدداً تسخیر کردند. درگیری‌ها فقط به محلی جوبر محدود نشده و به جبهه تل‌کردی در قوطی شرقی کشیده شده است. رزمندگان طی کمینی در مسیر مزدوران اسد 20 تن از آنان را به هلاکت رساندند و تعدادی دیگر را مجروح کردند که 4 افسر در میان آنان بودند. رزمندگان طی یک حرکت غافلگیرانه به مقر نظامیان اسد در اطراف تل کردی تهاجم کردند. درگیری‌های مشابهی در اطراف منطقه وافدین در دوما تا اتوبان دمشق حمص رخ داد. در این نبرد نیز تعدادی از دشمن به هلاکت رسیدند. تعدادی از رزمندگان نیز به شهادت رسیدند. این پیروزی‌های رزمندگان با بمباران محله‌های مملو از جمعیت در حومه دمشق توسط اسد پاسخ داده شد. کفر بطنه و حرست و زملکه و عینترما مخلفا دمارا كبيرا في المباني السكنيه والممتلكات. رزمندگان استان درعا بعد از بمباران وحشیانه مناطق آزاد شده و مملو از جمعیت توسط اسد، تمام مراکز و مواضع در درعا را منطقه نظامی اعلام کردند. مدينة إنخل هي الأخرى تعرضت لقصف جوي عنيف استهدف الأخ. نیروهای جنایتکار اسد مناطق مسکونی در إنخل، اتمان و مناطق دیگر درعا را بمباران کردند که باعث کشته شدن مردم و ویرانی وسیع شد. در پاسخ به این کشتارها، اتاق عملیات مشترک رزمندگان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد. 3 روز بعد از انتشار این بیانیه، تمام مناطق تحت کنترل اسد در شهر درعا منطقه نظامی محسوب می‌شود. به این معنا که تمام مراکز اسد در درعا در روزهای آینده جزء اهداف رزمندگان خواهد بود. ارتش آزادی در این بیانیه اعلام کرد
تمام مراکز اسد اهدافی مشروع برای حملات می باشند. به یاری خدا رژیم اسد در روزهای آینده پاسخ کوبنده‌ای از ارتش آزادی دریافت خواهد کرد. این کار در پاسخ به بمباران‌های مستمر محله‌های آزاد شده در استان درعا می باشد. بیانیه به شهروندانی که در اطراف مناطق حفاظت شده امنیتی و مراکز رژیم هستند، 3 روز مهلت داده که منطقه را تخلیه کنند. ارتش آزادی ترجیح می‌دهد شهروندان خانه‌های خودشان را تخلیه کنند، هرچند رژیم اسد مانع آن خواهد شد. ارتش آزادی برخی از مراکز اسد در منطقه حفاظت شده را با قنپاره هدف قرار داد. این پیامی بود برای شهروندان که ما در هدف قرار دادن مراکز امنیتی اسد جدی هستیم و از آن فاصله بگیرند. از این پس پاسخ به بمباران‌های دشمن سخت خواهد بود. بیانیه واضح و روشن است و نیروهای اسد را تهدید می‌کند. ارتش آزادی در رابطه با این موضوع جدی است و خودش را برای آن آماده کرده است و طرح‌های تاکتیکی خودش را دارد. نبردها در حلب نیز با هدف در هم شکستن طرح اسد برای محاصره این شهر با شدت تمام در جریان است. تمكنت الجبهة الشامية شمال مدينة حلب من تدمير مدفع ثقيل لنظام جبهه شام در شمال شهر حلب با تانک مواضع دشمن را هدف قرار داده و یک دستگاه توپ سنگین نیروهای اسد را در جبهه سیفات منهدم کرده است. تمام خدمه این توپ به هلاکت رسیدند. مخالفان از درگیری‌های شدید بین رزمندگان و نیروهای اسد در اطراف بریج و تلفات و خسارات سنگین دشمن خبر دادند. خسائر بشری و مادی کبیر للاخیر. رزمندگان با طرح ثابتی به پیشروی خود در جبهه شمالی حلب ادامه می‌دهند. آنها اعلام کردند بعد از درگیری‌های شدید مواضع خود را در هندرات که آن را تسخیر کردند استحکام بخشیدند. رزمندگان نیروهای اسد و شبه نظامیان مزدور آنها را از آخرین ساختمان که در آن موضع گرفته بودند عقب راندند. در جریان این نبردها 30 تن از مزدوران اسد به دست رزمندگان به هلاکت رسیدند و 10 تن زخمی شدند. 15 نفر که اغلب از ساکنان حلب هستند و رژیم اسد آنان را در پست‌های بازرسی دستگیر و در جنگ علیه رزمندگان به کار گرفته بود به اسارت درآمدند. یک منبع نظامی در جبهه شام گفت رزمندگان با هدف در هم شکستن طرح اسد برای محاصره حلب همچنان به پیشروی خود به سمت هندرات ادامه می‌دهند. هندرات به خاطر اینکه مسیر کمک رسانی نیروهای اسد از شهر حلب به حومه شمالی محسوب می شود دارای اهمیت می باشد. نبردهای هندرات پس از آن صورت می گیرد که رزمندگان تله میاسات در شمال شرقی حلب را تسخیر کردند. به این ترتیب رزمندگان به دروازه های شهرک صنعتی رسیدند. رژیم اسد در جنایت گام جدیدی برداشته و برای بمباران و کشتار مردم بیگناه از ماده فسفر استفاده کرد. ماده فسفر بسیار خطرناک و در صورت تماس با آن فرد دچار سوختگی شدید می شود. إلى ذلك كثفت قوات النظام من قصفها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على مدينة دوما بريف دمشق. نیروهای جنایتکار اسد بمباران شهر دوما با انواع تسلیحات را شدت بخشیدند. آنها با تعداد زیادی موشک و خمپاره این شهر را هدف قرار دادند. همزمان نبردهای شدیدی بین رزمندگان و نیروهای دشمن در جبهه وافدین رخ داد. نیروهای اسد تلاش می‌کردند منطقه را از طریق این محور به اشغال خود درآورند، اما ناکام ماندند. رژیم اسد در بمباران شهر زبدانی در حومه دمشق از ماده فسفر استفاده کرده است. این ماده در بشکه‌های انفجاری قرار داده شده و برای هدف قرار دادن شهر زبدانی مورد استفاده قرار گرفته است. این ماده منجر به سوختگی شدید شهروندان شده است.
منابع پزشکی برای جلوگیری از سوختگی بر اثر ماده فسفر به شهروندان هشدار دادند از هر گونه تماس با بقایای بشکه‌های انفجاری خودداری کنند.